تفاوت طرح‌های پانزی و سیستم پاداش‌دهی. دریافت پاداش در ازای معرفی توسط کاربران یک کسب و کار سالهاست که به عنوان یک طرح تشویقی کاملا سالم و مرسوم مورد استقبال مردم جهانه و بزرگترین تفاوت اون با طرح‌های پانزی که بسیار به طرح‌های هرمی شباهت دارن در تکلایه‌ای بودن اونه. سلام، به کانال خودتون نیواک تیوی خوش اومدین. اینجا جاییه که قراره راجع به سرمایه گذاری درست و مدیریت مالی صحبت کنیم. لطفاً فراموش نکنید ویدئوی ما رو لایک کنید و کانال ما رو با سابسکرایب کردن و زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدئوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشن. تفاوت اصلی طرح پانزی و سیستم پاداش‌دهی. توی طرح‌های پانزی یا هرمی، سود نفرات نخستی که به این تجارت وارد شدند از طریق سرمایه نفرات پایین‌تر تأمین میشه. اما در سیستم‌های پاداش‌دهی تک‌لایه‌ای این هزینه به عنوان تبلیغات و بازاریابی در نظر گرفته شده و از بودجه صاحب اصلی کسب و کار تأمین میشه. طرح پانزی چیست؟ طرح پانزی نوعی کلاهبرداری هرمی شکله که سود سرمایه گذاران اولیه با پول به دست اومده از سرمایه گذارای تازه وارد پرداخت میشه. در حقیقت هیچ کار مفیدی با استفاده از این پول به دست اومده انجام نمیشه و وعده هایی که برگزار کننده درباره پروژه و روش های کار با سرمایه مردم میده تماما دروغه. اگرچه سرمایه گذاران اولیه بخش یا حتی کل پولشون رو همراه سود دریافت میکنن، اما آخرین وارد شوندگان به پروژه تمام پولشون رو از دست میدن و هیچ چیزی دریافت نمیکنن. چرخه اصلی در طرح‌های پانزی. تقریبا میشه گفت که اکثر این طرح‌ها یک چرخه ثابت دارن که با تبلیغات کاذب زیاد توی اینترنت و فضای مجازی شروع میشه و بعد از جذب چند نفر به سیستم گفته میشه که اگه یک کاربر جدید وارد سیستم کنه سودش بیشتر میشه. همچنین برای جلب اعتماد سودها به طور مرتب واریز میشه تا افراد زیاد دیگه‌ای وارد این سیستم بشن که باعث وارد شدن حجم زیادی از سرمایه میشه. توی این مرحله تعصبات کورکورانه باعث میشه بعضی از سرمایه گذاران حتی اقدام به دریافت وام یا قرض سنگین و حتی فروش خانه یا اتومبیل خودشون کنن. نام طرح پانزی از کجا میاد؟ این الگوی کلاهبرداری با توجه به نام چارلز پانزی نامگذاری شده که یک کلاهبردار ایتالیایی بود که به آمریکای شمالی مهاجرت کرد و به خاطر سیستم پولسازی تقلبی مشهور شد. اوایل دهه 1920 میلادی این فرد موفق شد با طرح پانزی خود که از زمان اجرا تا متوقف شدن یک سال در جریان بود، بیش از 20 میلیون دلار تو آمریکا کلاهبرداری کنه. روش پانزی این بود که با استفاده از سرمایه یا سرمایه گذاران پیشین و همچنین سرمایه گذاران جدید سود اولین ها رو پرداخت میکرد. طول عمر طرح پانزی. طرح پانزی تا زمانی ادامه پیدا میکنه که سرمایه گذاران جدید به اندازه کافی وجود داشته باشن یا طراح از میزان پول به دست اومده راضی بشه. بعد از اینکه مقدار زیادی پول جمع شد و یا اینکه دیگه سرمایه گذارای جدید به اندازه نیاز وارد سیستم نشدن، طراح دیگه سودی پرداخت نمیکنه و پولها رو برداشته و ناپدید میشه. طبق قاعده تصاعد و جمعیت معمولاً یک طرح پانزی بیشتر از 2 سال نمیتونه دوام بیاره. سیستم‌های پاداش‌دهی. یک استراتژی بازاریابی فروش مستقیمه که در اون بازاریاب علاوه بر پاداشی که بابت فروش مستقیم محصول دریافت میکنه، میتونه بابت فروش افرادی که توسط اون استخدام شدن هم درآمد کسب کنه. در حقیقت افرادی که توسط بازاریاب استخدام شدن زیر مجموعه اون نامیده میشن و شخص بازاریاب بابت فروشی که زیر مجموعه هاش انجام بدن هم پاداش دریافت میکنه. این زیر مجموعه ها میتونن تا چند ساعت ادامه داشته باشن. فرد بازاریاب با داشتن زیر مجموعه های بیشتر میتونه سود بیشتری کسب کنه. در حقیقت در شرکت های هرمی چیزی خریده یا فروخته نمیشه و فقط اعضا به دنبال جذب عضوهای جدید برای سرمایه گذاری هستن. در حالی که در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و سیستم پاداش‌دهی، هر بازاریاب در اولویت اول باید محصول خودش رو بازاریابی کنه و در ازای عملکردش پاداش دریافت کنه و در اولویت بعدی به جذب بازاریاب‌های جدید اقدام کنه. و در نهایت باید بهتون بگم تشخیص طرح‌های پانزی اصلاً سخت نیست و مهمترین شاخصه این طرح‌ها سودای نجومی تضمینی و ناشناس بودن خودشون و عملکردشونه.
آیا شما تا حالا توی دام این طرح‌های کلاهبرداری پانزی افتادین؟ چه مقدار از سرمایه‌تون رو از دست دادین؟ چه معیارهای دیگه‌ای میتونه به ما کمک کنه که اونا رو از سیستم‌های دیگه تشخیص بدیم؟ ممنون میشم نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید حتما لایکش کنید و ویدیوهای دیگه‌مون رو با عنوان 5 رویداد فاندامنتالی در بازار ارزهای دیجیتال حتما تماشا کنید. لطفاً کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون.